اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم وقتلتهم وظالميهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله. خداوند رو شاکرم که امروز هم توفیق حاصل شد با قسمتی دیگر از برنامه معراج در خدمت شما عزیزان و سروران حسینی هستیم. انشاءالله که امروز هم با ما همراه باشید و از معارف فاطمی که تقدیم شما عزیزان میشه و پاسخگویی به سوالات شرعی و فقهی شما استفاده ببرید. در حضور کارشناس محترم برنامه حاجی بهره‌مند هستم و خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون. بنده هم محضر همه بینندگان عزیز و محترم سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم ان شاء الله مورد لطف و عنایات خاصه حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرج و شریف باشن و بلاها را از وجودشون دور کنه انشاءالله. الهی آمین. چند نکته مهم دیگر رو با توجه به فرمایشات حضرت سلام الله علیه ها در خطبه فدکیه در جلسه گذشته توضیح دادید. اول در ادامه دستورات واضح و روشن خداوند در قرآن کریم که به اون عمل نشد و زیر پا گذاشته شد، دستور مهم چنگ زدن به ریسمان الهی حبل الله که همون وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت حضرت بود که متاسفانه علی رغم تأکید پیامبر خدا و قرآن در آیات متعدد به این دستور هم عمل نشد و فرمودید که قرآن در بردارنده تمامی نیازهای بشر برای سعادت در دنیا و آخرت هست و تبیان کل شیء هست، همونطور که خود قرآن کریم فرموده، اما تفسیر و تبیین این مفاهیم تنها توسط امام معصوم امکان پذیر هست و لذا تمسک به ولی خدا در هر زمانه ای واجب هست و موجب هدایت و نجات انسان هست. انشاءالله دنباله بحث رو بعد از حدیثی که تقدیم شما بینندگان عزیز خواهیم کرد ادامه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. السلام على المهدي وعلى ابائه. قرآن كريم كتاب جامع وكتابي است که همه امور و اون چه که مورد نیاز و احتیاج بشر است تا قیام قیامت درش ثبت شده. فیه تبیان کل شیء و کل شیء احصیناه فی کتاب مبین لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این لا رطب ولا یابس، رطب و یابس با هم تقابل دارن، هرگاه دو چیز متقابل هم یک جا ذکر بشن افاده عموم میکنه، یعنی کل شیء احصیناه فی القرآن الکریم. منتها درک مطالب قرآنی و درک باطن قرآن و درک تفسیر قرآن و درک تأویل قرآن، این نیازمند به کسی که
قرآن در سینه مبارکشه، نیازمند به شخص معصومی که علمش علم از جانب خدای تبارک و تعالی که تمام قرآن و اسرار قرآن را کاملا از سوی پروردگار متعال بهش علم دارد و آگاهی داره. در این باره حضرت آقای امام صادق علیه السلام ازشون حدیثی نقل شده که جناب عبدالاعلای ابن اعین این حدیث را از امام صادق نقل میکنه. آل اعین یک فامیلی بودن، یکیشون زرارت ابن اعینه، یکیشون حمران ابن اعینه، یکیشون همین عبدالله ببخشین عبدالاعلا ابن اعین که یکی از علمای بزرگ اصفهان، ایشون ضمن اینکه فقیه بودن رجالی بزرگی هم بودن و یک رساله‌ای نوشتن درباره آل اعین و حالات آل اعین را در اون رساله ذکر کردن. خلاصه ایشون عبدالاعلای ابن اعین میگه من خودم شنیدم از محضر آقا امام صادق علیه السلام که این کلمات نورانی را میفرمود. اولا فرمودن قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و انا اعلم کتاب الله. میفرماید آقا رسول الله مرا به دنیا آورد، یعنی من فرزند رسول خدا هستم، خون من از رسول الله، گوشت من از رسول الله و علم من هم علم رسول الله. در وقتی که من عالم بودم و عالم هستم به تمام کتاب، من متولد شدم از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا این کتاب چه خصوصیتی داره؟ این قرآن کریم میفرماید فیه بدء الخلق، ابتدای خلقت امورش در قرآن ثبت شده موجوده. و ما هو کائن، اونچه که رخ میدهد الان تا قیام قیامت الی یوم القیامه، این در قرآن موجوده و در قرآن ثبت شده. و فیه خبر السماء، اخبار آسمان و اهل آسمان در قرآن مجید. و خبر الارض، اخبار مربوط به زمین و اهل زمین و اونچه که مناس در زمین اتفاق بیفتد، ریشه مطالبش در قرآن مجید. و خبر الجنت و خبر النار، مطالب در مورد بهشت و مطالب در مورد جهنم در قرآن مجید ذکر شده. خبر و ماکان، اخبار مربوط به حوادث گذشته که در سابق رخ داده است در عالم، در قرآن اثری ازش هست. و خبر و ماهو و کائن، اخبار اونچه که بناس اتفاق بیفته تا قیام قیامت در قرآن موجوده. حضرت میفرماید من که امام صادقم اعلم ذلک، من به تمام این مطالبی که در قرآن من خبردار هستم. کما انظر الی کفی، همچنانی که نظر میکنم به کف دست من و اونچه که در کف دست منه، من بهش علم دارم و بهش آگاهی دارم، مطالب موجود در قرآن را از بعد تا ختمش را کاملا مستحضر هستم، کاملا آگاهم، چیزی از علم قرآن از من جدا نیست. یعنی امام صادق علیه السلام و سایر امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین، اینا احاطه دارن، اشراف دارن بر کتاب الهی و بر مطالب قرآن مجید. همینطوری که اگر چیزی در کف دست اگر بوده باشد انسان به راحتی به آن علم پیدا می کند،
قرآن کریم و مطالب موجود در قرآن کریم هم برای حضرات معصومین علیهم السلام بدیهی و واضح و روشن چیز مجهولی برای اونها نسبت به قرآن کریم وجود نداره. بعد حضرت می‌فرمایند ان الله یقول، خداوند در قرآن فرموده فیه تبیان کل شیء، یعنی هر شیء بیانش و توضیحش در قرآن مجید موجوده. در جای دیگری می‌فرماید کل شیء احصیناه فی کتاب مبین، آیه دیگری دارد که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، اونی که خبر داره از تمام اونچه که در قرآن مجیده وجود مبارک امام و من عنده علم الکتاب، چون علم حضرات معصومین علیهم السلام به کتاب علم بشری نیست، علم مکتب نیست که باید برن مکتب نزد مولا نزد استادی چیزی بیاموزن. علمشون علم الهیه، وحی الهیه، الهام از طرف خدای عز و جل هست. بنابراین کاملا به اون چی که در قرآن مجیده آگاهی دارن و اطلاع دارن. از این جهت باید امام باشن و باید پیشوای کل فی الکل باشن تا بیانگر آیات قرآن باشن، مترجم آیات قرآن باشن، مبین آیات قرآن باشن و آیات قرآن را برای بندگان خدا تفسیر کنن. اونجایی که نیاز به تفسیر باشد تفسیرش را بگوین، اونجایی که نیازمند به تأویل تأویلش را برای مردم بیان کنن. پس همینطوری که تا قیام قیامت نیازمند بشر نیازمند به کتاب آسمانی و نیازمند به کتاب الهی، تا قیام قیامت هم نیازمند به کسی که عالم به این قرآن و مبین و مفسر این قرآن و در تبیین قرآن و تفسیر قرآن هیچ وقت خطا نمی کنه، هیچ لغزشی درباره او تصور نمیشد و الا حجت بر بشر تمام نمی شود. خدای عز و جل حجت را بر بشر تمام کرده و حجت الهی یک حجت بالغه و حجت رساییه. در خصوص این مطلب باز فرمایش دیگری داره حضرت آقا امام صادق سلام الله علیه که می فرماید ان الله بعث محمدا نبیا فلا نبی بعده، خدای عز و جل فرستاده است حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان نبی، به عنوان رسول. اما تفاوتش با موسی چیه؟ تفاوتش با عیسی چیه؟ تفاوت پیغمبر خاتم با یعقوب و یوسف چیه؟ تفاوتش این است که می‌فرماید او خاتم انبیاء لا نبی بعده، دیگه بعد از او پیامبری نیست، چون این پیامبر پیامبر تا قیام قیامت و اوصیاء او خلفای الهی هن تا قیام قیامت هن. و انزل علیه الکتاب، بر این پیامبر که ختم انبیائه خدای عز و جل کتاب را بر او نازل کرده. انا انزلناه فی لیلت القدر، در یک شب تمام این قرآن، یعنی از سوره مبارکه حمد تا سوره ناس، این 114 سوره تماما یک جا در لیلت القدر بر سینه مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده و این قرآن جمع آوری هم شده در زمان خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و این جمع آوریش توسط امیرالمؤمنین علیه السلام رخ داده. و انزل علیه الکتاب فختم به الکتب، این کتاب تفاوتش با انجیل چیه؟ تفاوتش با تورات چیه؟ چه تفاوتی دارد قرآن با زبور داوود؟
چه تفاوت دارد این قرآن با صحف ابراهیم و موسی؟ این کتاب ختم کتاب های آسمانیه، یعنی بعد از قرآن دیگه کتاب دیگر آسمانی نیست، دیگه خدای عز و جل فرمایش دیگری ندارد، فرموده دیگری ندارد. اون چه حکم مورد احتیاج بشر تا قیام قیامت است در قرآن مجید ذکر شده. فختم به الکتب، فلا کتاب بعد، دیگه بعد از این قرآن دیگه کتاب دیگری خدا نازل نمی کنه. احل فیه حلاله، در قرآن حلال خدا ذکر شده. و حرم فیه حرامه، حرام الهی هم در قرآن کریم بله ذکر شده. فیه نبأ ما قبلکم، اخبار امتهای پیشین، امتهای گذشته در قرآن مجید ذکر شده. و خبر ما بعدکم، خبر امتهایی که بعد از شما میان، مردمانی که بعد از شما میان، خبر اونها را هم خدای عز و جل در قرآن آورده است. و فصل ما بینکم، اونچه که تمیز داده میشد بین حق و باطل در قرآن مجیده و ذکر شده. بعد حضرت اشاره میکنن به سینه مبارکشون، میفرماید نحن نعلمه، ما خبر داریم و علم داریم به اینکه در قرآن چی هست، یعنی جمیع مطالب قرآنی برای ما معلوم و برای ما واضحه. پس قرآن کتابی جامع، آخرین کتاب الهی و جمیع مطالب ما یحتاج بشر تمامش در قرآن مجید کاملا ذکر شده، کتابیه که انزلناه بالحق و بالحق نزل، هم ما او را به حق نازل کردیم، نزول قرآنم نزول حقی بوده، یعنی در نزول راه باطل را نرفته است. در انزال که فعل خدای عز و جله، در انزال انزال به حقی بوده، در نزول که فعل خود قرآن مجیده، در نزول هم راه باطل و راه کج را نرفته. از این جهت حضرت زهرا علیه السلام در ادامه خطبه می‌فرماید چنین قرآن کتاب به حقی نزد شماست، چرا او را کنار گذاشتید؟ ام به غیرهی تحکمون، شما به غیر قرآن دارید حکم میکنید، قرآن حقه، غیر قرآن میشه باطل. یعنی اون چه که اینها بعد از شهادت پیغمبر اکرم انجام دادن خلاف قرآنه، خلاف حقه، یعنی 100% عمل کردن اونها یک عمل چی بوده؟ عمل باطل بوده، اینها در زلالت بودن، احکام جاهلیت را آوردن به جای قرآن کریم و باعث گمراهی بندگان خدا شدن تا قیام قیامت. و چون قرآن حق است، پس غیر قرآن میشد ناحق و میشود باطل. اینجا یک نکته ای را باید محضر بینندگان عزیز عرض کنم و آن این است که همه مسلمون ها، علمای عامه و علمای شیعه، سنی و شیعه در کتاب هایشون نقل کردن علیون مع القرآن و القرآنو مع علی، قرآنی که فیه تبیان کل شی، قرآنی که به حق نازل شده و قرآنی که درش هیچ باطلی راه ندارد، چنین قرآنی با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و از امیر المؤمنین جدا نمیشه. علی هم از قرآن
جدا نمیشه. یعنی همین طوری که قرآن حق است، امیر المؤمنین علیه السلام هم حقه. بله. و خود مولا سلام الله علیه فرمودن ان الله تبارک و تعالی طهرنا، خدای عز و جل ما را پاک آفریده، هیچ گونه آلودگی در وجود ما نیست، نه جهل هست، نه بخل هست، نه بخل هست، هیچ گونه آلودگی در وجود ما نیست. و عصمنا، ما را معصوم قرار داده است، معصوم آفریده است. و جعلنا شهداء علی خلقه، ما شهیدان شاهد بر اعمال خلق خدا هستیم. و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا، خدای عز و جل 14 معصوم را همراه با قرآن قرار داده و قرآن را هم همراه با 14 معصوم قرار داده. و پیغمبر اکرم فرمودن لن یفترقا، اطرت طاهره با قرآن مجید بینشون هیچ جدایی نیست، حتی یرد علی الحوض، تا قیام قیامت، تا هنگامی که در کنار حوض کوثر باید حاضر بشن، این کتاب و این عطرت تا اونجا هم از هم منفک و از هم جدا نیستن. بله، بسیار ممنون و متشکرم از فرمایشات شما. خداوند انشاءالله توفیق فهم بیشتر و درک آیات قرآن کریم رو به ما عنایت کنه، به نور هدایت مفسرین حقیقی اون اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و انشاءالله به استدیو برمیگردیم و پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید. عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما عزیزان و همراهان حسینی. اولین سوالی که بینندگان محترم مطرح کردن این هست که آیا خواندن قنوت طولانی در نماز اشکال دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خواندن قنوت در نماز البته این مستحب و نمازی که همراه با قنوت و همراه با دعاه افضل از اون نمازی که بدون قنوت باشد و بدون دعا. از معصوم علیه السلام سوال شده که آقا دو نفر با هم به نماز می ایستن، یکی در نمازش بیشتر قرآن می خونه و دیگری بیشتر در نماز دعا می کنه، نماز کدوم یک از این دو افضل؟ حضرت فرمودن نماز کسی که بیشتر دعا میکنه. بنابراین
اگر وقت وسیع باشه بخواد قنوتش را طولانی کنه، دعا کنه، هم برای امام زمان دعا کنه، هم برای اهل ایمان دعا کنه، هم در حق پدر و مادر خودش این دعا کنه، این قطعاً چی؟ قطعاً برای او ثواب دارد و هیچ اشکالی به نماز وارد نمی کنه. بله، پرسیدن که به خاطر درد مفاصل و درد زانو ناچارم بنشینم و نماز بخوانم، آیا می توانم تکبیرت الاحرام را نشسته به جا بیاورم؟ اگر کسی توانایی بر ایستادن داشته باشد، به اندازه گفتن الله اکبر، یعنی به اندازه گفتن تکبیرت الاحرام که الله اکبر شروع نمازه، اگر میتوند بیسته ولو به صورت تکیه بر عصایی، تکیه بر دیواری، تکیه بر میزی، این باید بیسته الله اکبر را ایستاده بگوید، بعد خواست بشینه به خاطر درد زانو یا مشکل دیگر بدنی باقی دیگه نمازش را نشسته بخونه، ایرادی ندارد. اما قیام و ایستادن در هنگام گفتن الله اکبر، در هنگام گفتن تکبیرت الاحرام، این واجب رکنیه، نباید ترک بشه چه عمدن و چه سهوًا. تا قدرت هست و توانایی هست بر انجامش باید انجام بگیره. بله، بیننده محترمی پرسیدند در مقابل گناهانی که مرتکب شدم آیا می توانم رد مظالم بدهم؟ گناهی که انسان انجام میده باید توبه کنه بعد از اون گناه، و توبه هر گناهی به حسب خودشه. یعنی اگر فرضاً این گناهش نخوندن نماز بوده، توبه نخوندن نماز اینه که اون نمازها را بخونه، قضای اون نمازها را به جا بیاره. اگر گناه و معصیتش روزه نگرفتن باشد، باید روزه بگیره. حج نرفتن باشه، باید حج به جا بیاره. اگر خمس و زکات نداده، باید خمس و زکات بده. توبه هر چیزی به حسب خودشه. اگر ما اموالی از مردم به گردنشون هست و اونها رو میشناسه، باید اموال به صاحبانش بله برگردونه. بین خود و خدای عز و جل گناهی مرتکب شده، باید پشیمون بشه، نادم بشه، توبه کنه، استغفار کنه. اما مسئله رد مظالم یعنی چه؟ رد مظالم اگر حقوق مالی از بندگان خدا به گردنش هست ولی صاحبانش را، صاحبان اون حقوق مالی را نمیشناسه، بچگیاش اموال مردم را برداشته، الان دیگه هیچ اثر از اونها نیست، اونها را نمیشناسه و میدونه به اونها چی بدهکاره، خب اینجاست که باید رد مظالم بده. یعنی اون مظلمت هایی که به گردنش هست از بندگان خدا، اینها رو باید رد کنه. این خصوص مظالم مالیه، یعنی از نظر مالی به بندگان خدا ظلم کردیم و صاحبان اونها را نمیشناسیم، به مقداری که اموال اونها را به خودمون اختصاص دادیم و در اموال اونها تصرف کردیم، ما ظلم در حق اونها کردیم و مظلمه اون کار به گردنمون اومده و انسان باید رد مظالم بده. بله، پرسیدن بیننده محترمی که اگر شک داشته باشیم به صحت نماز آیا میتوانیم اون رو قطع کنیم؟ خب باید یقین به صحت نمازش داشته باشه تا بتونه نماز را ادامه بده، اما در حال نماز نمیدونید اصلا این کارش درسته یا کارش درست نیست، در صحت نماز شک داره، این میتونه نماز را قطع کنه و یک نماز بی عیب و بی اشکال و صحیح بخونه که شک و تردید در صحتش دیگه نداشته باشه. بله، پرسیدن که آیا این مطلب درست است که یک زن یهودی به نام سعیده امام زمان علیه السلام را شهید می کند؟ این حرف
مبنای شرعی نداره، دلیل محکمی این مطلب ندارد. قدیمی ترین کتابی که این مطلب درش ثبت شده کتاب الزام ناصبه، مال مرحوم یزدی حائریه. ایشون متوفای 1334، یعنی مربوط به 111 ساله. قدیمی ترین کتابی که این مطلب را نوشته مال 111 سال قبل. کتاب های قبلی اصلا چنین مطلبی توش نیست. کتاب های معتبر شیعه مثل کتب اربعه این مطلب درش ثبت نشده، بهار الانوار این مطلب درش ثبت نشده، تنها همین کتاب الزام الناصب، این هم نه به عنوان روایت بلکه به عنوان کشف، برای یک کسی مکاشفه شده که یک چنین اتفاقی توسط یک زن یهودیه برای امام زمان علیه السلام رخ میده. بنابراین این دلیل شرعی این حرف نداره. بله، بیننده محترمی پرسیدند که خانمی که در ایام عادت ماهانه هست آیا میتواند نماز قضا بخواند؟ زن وقتی گرفتار ایام عادت شد، عبادت هایی مثل نماز که نیاز به وضو داره، نیاز به غسل داره، نیاز به تیمم داره، عبادت های این چنینی انجامش بر او جایز نیست. بنابراین نماز، چه نماز ادا باشه چه نماز قضا باشه، مادامی که این حالت را دارد، حالت ایام عادت ماهانه را دارد، خوندن اون نمازها اداءً و قضاءً حرام، جایز نیست. بله، چند چیز رو بیننده محترمی پرسیدن که شایع هست و بعضی ها به اون معتقد هستن و خواستن که بفرمایید آیا این مطالب و موارد حرام هستن، صحت داره؟ یکی این که سجاده و جانماز رو روی زمین اگر رها کنیم. نه، اشکالی نداره، حرام نیست. کل شیء مطلق، امام علیه السلام طبق حدیثی که صدوق رضوان الله علیه نقل کرده، امام صادق فرمودن هر چیزی برای شما مطلقه، یعنی حلاله، الا اینکه در خصوصش نهی وارد شده. ما نهی در مورد این مطلب نداریم، بنابراین اشکال ندارد که انسان در جانمازی نماز بخونه و بعد هم همینطور رهاش کنه و جمعش نکنه، حرام نیست. و اینکه یک خانم بدون حجاب قرآن بخونه، این هم اشکال ندارد، قرآن خوندن ثواب دارد، مستحبه، و زن میتوند محجبه باشه و قرآن تلاوت کنه و میتوند هم بدون رعایت حجاب قرآن را تلاوت کنه. تو منزل نشسته مکشفه است، میخواد قرآن تلاوت کنه، هیچ ایرادی نداره. و رنگ کردن موها به غیر رنگ مشکی، این هم جایزه، هیچ حرمتی نداره، دلیل بر حرمت نداریم. بله، و به خاطر قضا خوردن نماز رو به تأخیر انداختن، اینم جایز، اشکال ندارد. البته نماز اول وقت خوندن این فضیلت داره، ثواب خیلی زیاد داره، که فرمودن اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. نماز اول وقت باعث میشد که رضوان شامل حال انسان بشه، و رضوان من الله اکبر. اما آخر وقت باعث میشد که انسان از گناهانش بخشیده بشه، مغفرت الهی شامل حال انسان میشه. در نتیجه اشکالی ندارد که انسان نماز اول وقت نخونه، اما از ثواب خوندن نماز اول وقت محروم میشه. و همچنین در خصوص وارونه گذاشتن کفش و دمپایی پرسیدن، این هم دلیل بر حرمتش نیست، معروف بین بعض طوائف مخصوصا اهل عراق که اگر کفش یا دمپایی وارونه باشد این کار حرامه. نه، دلیل بر حرمت وجود نداره. بله،
و آیا خوردن میگو اشکال دارد؟ نه، از حیوانات دریایی یکی ماهی فلسدار اشکال نداره، یکی هم میگو. و سوال دیگری که پرسیدم این که است که مار ماهی آیا خوردنش حلال هست؟ مار ماهی چون فلس نداره، پولک نداره، خوردن آن حرامه و جایز نیست. بله. و خوردن گل رو سوال فرمودن که جایز هست؟ خوردن گل نه، درست نیست، حرامه. و همچنین طعام مسیحیان و یهودیان چه صورتی دارد خوردنش؟ اینجا از مسائل اختلافیه. بعضی از فقها یهود و نصارا را، اهل کتاب را پاک میدونن، بنابراین طعامشون هم میشه پاک و طاهر. بعضی مثل آیت الله شیرازی میفرماید اهل کتاب نجاست ذاتی ندارن، نجاستشون عارضیه، یعنی نجاستشون به خاطر خوردن شراب، به خاطر خوردن گوشت خوک، و ایشون احتیاط واجب میکنن به اجتناب، اجتناب از اهل کتاب و اجتناب از طعامشون. بسیار ممنون و متشکرم و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که با ما همراه بودید. در پناه حضرت حق، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.